وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره میبرد مرا به بیکران 67 به خون نشسته پشت هر هزار توی فاجعه تن هزار پاره دلاوران 67 اینم آن خون در خیابان می خروشد گرم و سوزان اینک این من روح عصیان بر لبانم نام ایران اینک آن خون در خیابان می خروشد گرم و سوزان اینک این من روح عصیان بر لبانم نام ایران کسی نگفت با زمین که آسمان شب زده چگونه نقره کوب شد ز اختران 67 قرار پا گرفته شبانه را به هم زدند میان بهت گزمه ها قلندران 67 پلی کشیده شد ز خون برای رفتن شهید ز کوچه های این قیام به خاوران 67 اینکان خون در خیابان میخروشد گرم و سوزان اینکی من روح عصیان بر لبانم ماه مرداد و شهریور یادآور تلخ‌ترین تجربه تاریخی ما ایرانیان در دوران معاصر است. 29 سال پیش در روز ششم مرداد خمینی فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را با دستخط خود صادر کرد و بدین ترتیب 30,000 مجاهد و مبارز آن مرز و بوم سر به دار شدند. با این خیال که با نابودی مخالفان بتواند به راحتی حکومت کند. اما 29 سال بعد با طرح موضوع دادخواهی مقامات ریز درشت نظام یا مقصر را جناحی دیگر می‌دانند و یا بی‌پروا به این جنایت تاریخی می‌بالند. رادیو ایراوا ویژه برنامه امسال خود به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را مانند سال‌های گذشته از این هفته آغاز می‌کند، با این تفاوت که با پرداختن به جنبش دادخواهی تبعات آن در جامعه ایران و درون نظام آخوندها را مورد بررسی قرار دهد. این هفته در خدمت خانم شیلا نینوایی هستم، یکی از زندانیان سیاسی سابق که 8 سال از بهترین دوران زندگی خود را در زندانهای اوین و قزلحصار گذراند و شاهد اعدام دوستان و همبندیهای خود بود. بشنویم از زبان خودش. من زمان دستگیری سال 60 15 ساله بودم که توی تهران بودم، دانش آموز بودم، جزء میلیشیای دانش آموزی که فعالیتامون خب مشخصه تو اون زمان یه بچه 15 ساله چه فعالیتی میتونه داشته باشه غیر از خوندن نشریه و اعلامیه و اینا. در همون تهران دستگیر شدم و مدت 5 سال زندانهای اوین و قزلحصار بودم. بعد از اتمام محکومیتم یه چند ماهی هم البته اضافه کشیدم، آزاد شدم. مجددا 4 ماه بعدش دستگیر شدم به جرم خروج از کشور، چون وقتی ما رو موقع آزاد میکردن ممنوع خروج بودیم و من میخواستم غیرقانونی خارج بشم. مجددا دستگیر شدم و 1.5 سال محکوم شدم. نزدیک تقریبا 2 سال موندم بعد از اون دوباره مجددا آزاد شدم و بعد از 2 ماه برای سومین بار دستگیر شدم که نزدیک 6-7 ماه زیر بازجویی بودم و بالاخره آزاد شدم. یعنی در مجموع 8 سال زندان بودم، از سال 60 تا آخر 68. شرایط دستگیریتون رو میتونید برای ما توضیح بدید؟ کجا بودید دقیقا؟ دفعه اول که توی خونه خودمون دستگیر شدم، یک قراری بود توی خونمون که متاسفانه لو رفته بود و ریختم پاسارا خونه و دستگیرم کردن که اتفاقا مهمونم داشتیم جلوی چشم همه خانواده و مهمون و اینا بدون هیچ گونه رعایتی که یک بچه رو دارن جلوی پدر مادر و سایر فامیل دستگیر میکنن. به شکل خیلی بد دستگیرمون کردن و دفعه دومم سر مرز چابهار بودم که دستگیر شدم. بار سومم باز توی تهران سر یک قراری بودم.
تنها بودین وقتی دستگیر شدین؟ نه هیچ دفعه تنها نبودم. دفعه اول 3 نفر بودیم، دفعه دوم 6 نفر بودیم و دفعه آخرم 2 نفر. سرنوشت بقیه دوستانی که با شما دستگیر شدن چی شد؟ خبر دارین؟ بله. سال اول یکی از افرادی که با من دستگیر شد سیانور خورد متاسفانه و همون موقع البته نجاتش دادن، ولی من خودم توی زندان ندیدمش، ولی شنیدم که در خود زندان مجبور شد که برای اینکه اطلاعاتش رو حفظ کنه خودش رو از پنجره پرت کنه پایین و قطع نخاع شد و متاسفانه با همون حالت قطع نخاع و بر روی برانکارد بردنش برای اعدام و اعدامش کردن چه سالی؟ سال 60. ولی نفر بعدی 7 سال در زندان بود و آزاد شد. دفعه دوممون هم پرونده ایم، اونم در نهایت آزاد شد، منتها یادم نیست دقیقا چند سال موند. ببخشید دفعه سوم بودش این، ولی دفعه دوم ما 6 نفر بودیم، 4 تا برادر بودن و 2 تا خواهر بودیم. 4 تا برادر اعدام شدن در قتل عام 67، ولی ما 2 تا موندیم. شما هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودید و هستید، درسته؟ چگونه با مجاهدین آشنا شدید خانم نینوایی؟ خب سال 57 بود و زمان انقلاب و حتما خودتون هم اون موقع بودین توی مدارس، توی اجتماع، همه جا گروه های سیاسی بودن و منم خب به خاطر اینکه توی یه خودم فرد مذهبی بودم جذب گروه های مذهبی می شدم. از این بین خب روابط و مناسباتی که بین مجاهدین بود منو جذب کرد. منم خب یه دختر پرشور و تو عنفوان جوانی که بالاخره خیلی شور و حال مبارزه و آزادی و اینا هستش، جذب مجاهدین شدم، ولی به اون صورت شاید اطلاعات زیادی نداشتم از نظر سیاسی اینا، طبیعی خب بچه 15 ساله بودم. ولی در زندان خوشبختانه خداوند من رو تو مسیری راهنمایی کرد که هیچ وقت پشیمون نشدم و همیشه مایه افتخارم بوده که تو این راه قدم گذاشتم. آیا اگر به عقب برمیگشتید به سن 15-16 سالگی، آیا باز هم همون مسیر رو انتخاب میکردید؟ توی اون مسیر گام برمیداشتید منظورم است؟ اتفاقا خیلی وقتا بعضی از من سوال میکنن، میگم که بله ولی نه به این شکلی که رفتم، شاید خیلی با گام های بلندتری قدم میذاشتم. احساس میکنم خیلی آهسته من رفتم، یعنی نرم نرمک رفتم. اگر دانش الانم رو داشتم خب شاید خیلی کارهای بیشتری انجام میدادم. یعنی میگید که فعالیتتون رو بیشتر میکردید در واقع فعالیتم رو بله جدیتر. بیشتر کردم و بیشتر وارد مناسباتشون می شدم، چون من اون موقعی که دستگیر شدم تشکیلاتی هم نبودم و بعدها همیشه پشیمون بودم چرا تشکیلاتی نبودم. من به چه جرمی دقیقا شما رو دستگیر کردن خانم لینوایی؟ جرم اصلیم این بود که بعد از فاز نظامی من با بچه ها ارتباط داشتم، توی بالاخره تسته های مقاومت و اینا وارد شده بودم، اطلاعات می گرفتم، تو سر قرارهای ملاقات می رفتم، قرارا رو چفت میکردم با هم دیگه، وگرنه خودم کار چنانی نداشتم، در واقع یه رابط بودم، اینجوری بهتر بگم یه رابط بودم من. ولی تو فاز سیاسی هم که خوندن نشریه و شرکت توی مناسبات داخل مدرسه و شرکت در چند تا تظاهرات بینشه. چیز خاص زیادی نبود، فقط در حد چیزای اولیه بود، ولی خب توی زندان خیلی با مجاهدین آشنا شدم و خیلی بهشون نزدیک شدم. بیشتر ارتباطم داخل زندان. پس وقتی میگن زندان دانشگاه است دروغ نمیگن نه؟ نه واقعا درسته. خانم نینوایی میتونید ما رو به اون روزهای اول زندانتون، دفعه اولی که دستگیر شدید و نمیدونم اول به زندان منتقل شدید یا اول بازداشتگاه به خصوصی وارد شدید، اون لحظات رو میتونید برای من تشریح کنید یکم؟ چه احساسی داشتید؟ چی فکر میکردید؟ همطوری گفتم من خیلی خوب سنم کم بودش اون موقع و سال دوم دبیرستان رو تموم کرده بودم تازه. وقتی دستگیرم کردن خب شرایط دستگیری من خب خیلی بد بود، یه نفر جلوم سیانور خورد همون موقع، با حالت خیلی بدی به بیمارستان منتقلش کردن، اسلحه تمام مدت روی سرم بود جلوی خانواده، مادرم قش کرد، میگم خیلی شرایط خیلی ناجوری بودش توی خونه و مسیر و اینا. تو همون مسیر بهم گفتن که داریم میبریم اوین، که دفعه من جا خوردم بگم من چیکار کردم که میخوام برم اوین. میدونستین زندان اوین چه جور جاییه؟ فقط اسم من شنیده بودیم که یه درست. زندانی هستش، بله دیگه، اون از زمان شاه. بعد همون شب وارد اوین شدیم که اتفاقا خیلی هم دستگیری اون شب زیاد بود، طوری که زمانی که ما وارد شدیم خود پاسدارا به هم دیگه چیز میکردن شیرینی پخش کنید که امشب خیلی دستگیر کردیم،
خیلی خوشحال بودن همه و همون لحظه اول بردنمون توی سالن بازجویی و حتما شنیدید که دیگه چه شرایط و جوی بوده، صدای فریاد، صدای شلاق، صدای ناله، زمین پر خون، خیلی شرایط خیلی وحشتناکی بود دیگه. که ساعت 12 شبم دیگه نوبت من شد و چون میگم خیلی شلوغ بود چند ساعتی معطل شدیم تا نوبت بشه دیگه، تا صبح خلاصه در خدمت بازجویا بود و شرایط خب خیلی بد بود اون موقع. روزی شاید 20 نفر 30 نفر رو وارد بند میکردن، اونایی که مثلا بازجوییشون تا یه مرحله رسیده بود. یعنی ما در یه بندی که شاید گنجایش نهایت بگم 7 اتاق داشت، هر اتاقی بگیم 5 نفر هم که باشه 35 نفر، حالا خیلی بخوایم بهشون چیز کنیم بگیم 50 نفر، ما 400 نفر بودیم. 400 نفر در یک بند که همه به صورت خیلی فشرده و به قول خودمون ساندویچی میخوابیدیم، با معذرت میخوام 2 تا سرویس بهداشتی، شما فکر کنید 400 نفر 2 تا سرویس بهداشتی و این همه جمعیت، یعنی به شکلی که حتی غذا گیر ما نمیومد. یعنی نفری مثلا شاید 3 قاشق غذا در هر وعده نصیبمون میشد. خانم نوایی، آیا کسی دیگه از خانواده یا فامیل، کسی دیگه هم هوادار مجاهدین بود و آیا اونها هم دستگیر شدن و زندان بودن رو تجربه کردن؟ نه، من تنها فردی بودم که در کل خانواده. شما گفتید که از سال 60 تا 68 جمعاً 8 سال در این 3 نوبتی که دستگیر شده بودید جوانیتون رو در زندان گذروندید. شما در جریان قتل عام تابستان 67 پس در زندان بودین، درسته؟ بله. میتونین وضعیت بند رو و وضعیت زندانیان رو تو این مقطع برامون توضیح بدین لطفا؟ کلن قتل عام از که شروع شد؟ بذاریم برگردم به ابتدای سال 67. سال 67 از ابتدای سال یه حس غریبی هممون داشتیم، البته به شرایطش از قبل از اون بودش. از خود سال 60 همیشه اعلام میکردن که فکر نکنید ما شما رو از این زندان آزاد میکنیم، شما باید اینجا بمونید تا بپوسید، دندوناتون بریزه، موهاتون رنگ دندوناتون بشه، کمرتون خم بشه، تازه شاید بذاریم از این زندان برید بیرون. ولی نه، اون موقع عمودی نمیرید بیرون، افقی میفرستیدیمتون، یعنی به صورت خابیده جنازتون رو در واقع میفرستیم بیرون. همیشه این حرف رو به ما در طول این 7 سال قبل از قتل عام می زدن. تا رسید به سال 67 که سال 67 خیلی به ابتدای عید 67 خیلی این تغییرات چشمگیر شده بود. بندا رو خیلی تغییر می دادن، از یه بند انتقال می دادن به بند دیگه، افراد رو قاطی می کردن، دوباره جدا می کردن. خلاصه خیلی شرایط خاصی بود و در عید 67 یادمه به خیلی از توابین مرخصی دادن و بیرون فرستادنشون و یه حالت افراد خاصی رو فقط تو زندان نگه داشتن، یعنی افرادی رو که شاید براشون بعدن فهمیدیم نقشه داشتن نگه داشتن اینه که ماها موندیم و ولی برای ما بد نبود چون یه حالت تصفیه پیدا کرده بود، از ناخالصی ها زندان پاک شده بود و یه حالت خوبی داشت، هممون با همدیگه هم فکر و همراه و تز بودیم و عید خیلی خوبی بود. فضا برای شما آزادتر بوده؟ بله، فضا خیلی آزادتر بود و همه ولی به همدیگه میگفتن که سالی که نکوس از بهارش پیداست، معلوم نیست چه خوابی برامون دیدن. البته برای ما که بد نیست، حالا که داریم خوش میگذرونیم، بذار فعلا دم رو غنیمت بدونیم. تا اینکه 5 مرداد 67 بود، 6 ببخشید، ساعت 12 شب بود، تقریبا نصف بیشتر بچه ها خوابیده بودن که بلنگوی بند به صدا در اومد و اسامی چند نفر رو خوند که یکی از اونها از بند ما بود به نام زهرا فلاحتی که یکی از دوستای خیلی نزدیک من بود و محل خواب ما کنار همدیگه بودش. من بیدار بودم ولی زهرا خوابیده بود. وقتی سه بلنگو صداش در اومد و زهرا رو صدا کرد، رفتم بیدارش کردم، گفتم زهرا، خیلی آهسته صداش کردم، نمیدونم برای چی ولی بازجویی صدات کردم، بلند شد. بنده خدا از خواب پرید و سری لباسشو عوض کرد و چادرشو سرش کرد و اینا، ولی بند همچین حال در جو متشنج پیدا کرده بود که برگشت به من گفتش چرا همه اینجوری میکنن، مگه من دارم برای اعدام میرم؟ برید توی اتاقاتون، شرایطو اینجوری متشنج نکنید، میرم بازجویی برمیگردم. و رفتش برای بازجویی. تا صبح من تقریبا میشه گفت نخوابیدم، هی مرتب بلند میشدم، محل کنار دستم رو چک میکردم دیدم زهرا برگشته یا نه، ولی متاسفانه تا صبح بر نگشت و صبح گفتن که وسایلش رو تحویل دفتر بند بدیم.
که من به همراه دوستم محبوب حاج علی که اونم در سال همون 67 اعدام شد، مسائلش رو جمع کردیم و یه سری مواد غذایی واسش گذاشتیم که اگر انفرادیه بتونه مثلا چیزی بخوره، تقویتی براش باشه. وقتی ساکش رو بردیم تحویل بدیم، با پوزخند به همون پاسدار بند زندانبان گفتش که میخوان تقویتش هم بکنن، در واقع به دوستش گفت، به پاسدار کناریش گفت میخوان تقویتش هم بکنن، میگه براش چی گذاشتن، و ساکو تحویل گرفت. منو ماو به ته دلمون ریخت پایین که نکنه بلایی سرش آوردن، ولی هیچ کدوم جرئت نکردیم به هم دیگه چیزی بگیم. اومدیم و با این فکر بودیم و بعدن در واقع ما ملاقاتمون قطع شد، روزنامه ها قطع شد، ارتباطاتمون با بیرون کامل به طور کامل قطع شد. و وقتی فهمیدیم چه اتفاقی افتاده که ملاقات ها رو دادن و از طریق خانواده ها که گفتن ساکای بچه هاشون رو تحویل دادن، فهمیدیم که کسایی که در بینمون نیستن همگی اعدام شدن، از جمله محبوب زهرا. روحشون شاد. خانم نینوایی، من البته تجربه زندان ندارم، ولی توی فیلم ها زیاد دیدم کسانی که در زندان بودن و همبندیاشون به دلایل مختلف یا اعدام شدن یا کشته شدن به هر دلیلی، خودشون بعد از آزادی احساس عجیبی دارن نسبت به اینکه زنده موندن. آیا شما بعد از آزادیتون دفعه آخر بعد از سال 68 همچین احساسی داشتین؟ منظورم احساس گناه کردن از زنده موندن و باقی موندن از این جنایت وحشتناک 67. طبیعیه که این احساس همیشه با هم هستش، بله، که چرا اونها رفتند و ما باید بمونیم. اتفاقا با حالا قبل از اینکه خودم بپردازم، یه خاطری رو از یکی از دوستان بگم که اونم از بازماندگان این قتل عامه، میگفتش که بعد از اون تا مدت حالت روانی به هم دست داده بود و هر روز احساس میکردم که یکی از بچه های این قتل عام هستم. یک روز روح محبوبتون حلول میکرد، احساس میکردم محبوب هستم. یک روز روح مژگانتون حلول میکرد، فکر کردم مژگان هستم. و تا مدتهای مدید با این حالت درگیر بودم و احساس خیلی بدی داشتم. خب به منم همین احساسا رو داشتم، حالا نه به اون شدت، ولی خب بله خیلی سخته، همچنان عذاب وجدان دارم، ولی تنها چیزی که ذره تسکینم میده اینه که بتونم صداشون باشم. شرایطتون بعد از آزادی توی جامعه چجوری بود؟ مثلا توی محلتون، توی خانوادتون چجوری به شما نگاه میکردن؟ چجوری با شما برخورد میکردن؟ آیا تونستید درستون رو به اتمام برسونید؟ شرایط تحصیل و شرایط زندگی شخصی خودتون چی شد در نهایت؟ از نظر روحی که من تا مدت ها خب طبیعه نمیتونستم یه حالت نرمالی داشته باشم، مثلا دنبال کار خاصی برم. درسم رو به متفرقه خوندم و بالاخره تمومش کردم. چون من میگم موقعی که دستگیر شدم دوم دبیرستان بودم، 2 سال داشتم تا تموم بکنم، ولی بالاخره تموم شد و دیپلمه رو گرفتم و یه 10 سال بعدش هم موفق شدم دانشگاه، نه دانشگاه سراسری خوب، ولی خب بالاخره هر ترتیبی بود، بدون این که بفهمن یا بخوان از گذشته سیاسی سردر بیارن، ادامه دادم و لیسانسم رو گرفتم. آفرین. چه رشته ای؟ کامپیوتر. ولی از نظر خانوادم خب میگم چون خانواده من اصلا خانواده سیاسی نبود، همیشه سعی میکردن که منو از این فکر بیارن بیرون، برای همین اجازه نمیدن تو خانواده به هیچ وجه راجع به گذشتم صحبت بکنم. ولی خب فکر یک نفر هیچ وقت نمیشه ازش گرفت، به خصوص کسی که تمام زندگیش، یعنی در واقع من همیشه میگم سن رشدم رو تو زندان گذروندم، سن آموزشم رو اونجا گذروندم و خانواده من توی زندان بودن و اونجا من شکل گرفتم، بنابراین نمیتونن این رو از من بگیرن، هیچ کس نمیتونه من رو از سازمان یا از فکرم جدا کنه. خانم نینوایی، تو این مدتی که شما زندان بودین هیچ وقت با خود لاجوردی برخوردی داشتین؟ برخورد رو در رو خیر، یعنی با خودم به طور شخصی، ولی بله همیشه می اومد به بند سرکشی می کردن خودش و گروهش و خلاصه از چیزشون بی نصیب نبودی. می تونین یک مورد بر ما تعریف کنید وقتی به بند وارد می شد چی کار می کرد و چه جور برخورد داشت با بچه هایی که اونجا بودن؟ شما بچه بودین دیگه، همه سن سال 15-16. اونجا بچه و بزرگ حالیشون نبود، یعنی براش فرقی نمی کرد تو چند سالته، 2 سالته، بچه خورد سال ما داشتیم اونجا، مادرایی که دستگیر شده بودن با بچه هاشون یا مادرایی که توی زندان بچه هاشون رو به دنیا آوردن، یعنی براشون مهم نبود که چند سالشه، چقدرشه. میگفتن که شماها همتون، اصلا معذرت میخوام، نطفه ای که در شکم مادرم هست منافقین به زعم خودشون، کلمه ای که
استفاده می کردن در برای مجاهدین و باید همه رو از بین برد. براشون فرق نمی کرد شکنجه در مورد کی اتفاق بیفته. حالا اینو که گفتم در مورد یه بچه، زمانی بودش که میخواستن که بچه ها رو از مادرها بگیرن، میگفتن که ما توی زندان نون اضافه نداریم که به یه عده بدیم، بنابراین بچه هاتون رو باید بدین بیرون. یه مادری بود در بند ما که کسی رو بیرون نداشت، دو تا از بچه هاش بیرون بودن که خود نمیدونست دقیقا چه بلایی سرشون اومده، دست کیان، پرورشگاهن، دست خانواده دورن، ملاقاتم خیلی کم داشت چون شهرستانی بودش خودش و تبعید شده بود به قزلحصار. یه روز که اینجا تصمیم گرفته بودن تو اون ملاقات بچه ها رو از مادر رو بگیرن، یه مادری قبل از این مادر رفته بود ملاقات که بچهش رو گرفته بودن که خانوادهش ببینن و دیگه بهش پس ندادن، یعنی خیلی نامردانه بدون یک خدافزی بچه رو ازش جدا کرده بودن. اینکه برگشت و شرایط ملاقات رو گفت و بچه‌م رفت که مادر بزرگش رو ببینه و دیگه به هم ندادن، این خانم اون روز ملاقات داشت، این دوست ما که میگم تبعیدی بودش، صداش که کردم برای ملاقات گفت ملاقات نمیرم، هرچی گفتن بیا برو گفت نمیرم، گفتم پس بچه تو بده ببری. به قدری این صحنه دردناک بود، بچه یک ساله رو بین مادر که صفت چسبیده بود بچه رو که ازش جدا نکنن و پاسدارا که میکشیدن که به زور این بچه رو بکنن و بدن تحویل خانواده، اصلا یک صحنه خیلی وحشتناکی به وجود اومد و این بچه این وسط بین این دو گروه کشیده میشد که خوشبختانه زور مادر بیشتر بود و نتونستن از بغلش جدا کنن. خب بچه ها هم اطرافش رو گرفتن و دست به حمایت از مادر زدن و حریفش نشدن خلاصه و نگه داشت تا یه مدت بعد. ولی این صفاک جلاد نمیدونم ضد بشر اینا به غذای این بچه رو قطع کردن، یعنی گفتن این نه سهمیه قند داره نه سهمیه نون داره نه هیچی، که ماها به خاطر اینکه به بچه آسیب نرسه، خب بچه که طفلک چیز خاصی هم نداشت، همون آبگوشی رو که ما میخوردیم میخورد، همون دو حب قندی رو که ما در روز داشتیم داشت، ولی اینا رو هم قطع کردن که ما به خاطر این که به مادر و بچه زیاد فشار نیاد همه خودمون سهمی خودمون رو نصف کردیم و نصفش رو دادیم به عطیه، اسم بچه بودش. من اینو براشون فرق نمی‌کرد. لاجوردی هم دقیقاً با همه چیز زیر نظر لاجوردی و داوود رحمانی که زندانبان ما بودش اتفاق می‌افتاد. این دوتا دستشون تو دست همدیگه بود و هر دو برای همدیگه در واقع نیرو می‌فرستادن، خط می‌دادن و کار می‌کردن. خانم نینوایی، میدونید که یک سال از فراخوان جنبش دادخواهی قتلام 67 میگذره. زمانی که خودتون زندان بودید، تو این 8 سالی که زندان رو تجربه کردید، در زندان‌های مختلف بودید، هیچ وقت فکر میکردید یک روز یک چیزی به نام دادخواهی به وجود بیاد، یک جنبشی به پا بشه و بخوان که داد قتلام شدگان 67 و اونایی که زندان رفتن رو از این رژیم بگیرن، اون هم تو این سطح، یعنی سطح بین‌المللی؟ اگه بخوام صادقانه بگم فکر میکردم که این اتفاق بیفته، اما نه به این زودی، یعنی که توسط خودشون در دوران حیات خودشون و به این شکل مفتزهانه که هر کس برای تبرئه خودش جناح دیگر رو بخواد مقصر بدونه، اما در نهایت میدونستم بله که همچین امری محقق میشه، چون هیچ وقت خون مظلوم به هدر نرفته و همیشه گریبان ظالم رو گرفته. ولی میدونید که اخیراً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات رژیم گفته که حکم مجاهدین و تمام گروه‌هایی که محارب هستن اعدام است، یعنی این انداختن تقصیر به گردن جناح دیگری نیست. شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که 8 سال از جوانیتون رو توی زندان‌های رژیم گذروندید، چه احساسی بهتون دست میاد وقتی این حرفا رو میشنوید که این همه بی‌پروا واقعاً حمایت می‌کنن و اذعان می‌کنن و اعتراف می‌کنن که ما کشتیم؟ بله به حق کشتیم. و به نظر شما چرا آخوندها اینقدر از مجاهدین نفرت دارن و البته ترس دارن؟ چرا میترسن از مجاهدین؟ خب این که میفرمایید بی‌پروا میگن، این بی‌پرواییشون رو ما همیشه دیده بودیم، به خصوص ماهایی که توی زندان بودیم همیشه این حرفا رو بهمون میزدن. یادمه توی سال 61-62 بود، به مدت یک سال به ما فقط آبگوشت میدادن غذا، که در واقع آبگوشت که آب بود و نخود، گوشتاش خودشون میبردن. آخون بودن دیگه. ما اعتراض کردیم که بابا معده هامون سوراخ شد، همه داغون شد. برگشتن گفتن که این از رأفت جمهوری اسلامیه که ما همین آب رو خودم به شما میدیم، وگرنه حکم همه شما اعدامه، هیچ کدومتون نباید زنده باشید. ما که نون خوره اضافه نمیخواد، شما ها رو باید میکشتیم، ولی خب رأفت امام اجازه نداده که فعلا بکشیمتون، فعلا میخواییمتون. بنابراین همیشه این بیپروایی رو در قبال ما داشتن و همیشه این حرفا که حقتون اعدام و باید بکشیمتون و اینا بودش بالای سرمون. ولی خب
توی جامعه در پس پرده در واقع نمیذاشتن جامعه مطلع بشه و پشت پرده رو انجام میدادن. ولی خب الان دیگه به جایی رسیدن که پرده دری براشون یک چیز عادی شده و وقاحتشون به مرز رسیده، میدونن دیگه چیزی از عمرشون باقی نمونده، بنابراین به هر چیزی دست میزنن، به هر ریسمانی چنگ میزنن تا بلکه شاید رعب و وحشت رو بیشتر کنن، مردم رو بترسونن. ولی خب خدا رو شکر همچنان که میبینیم الان منیرا و حسین خانم رجوی هستش که توسط اشرف نشان ها با شهامت بر روی پلا و دیوارها آویزون میشه و این عملی که اینها انجام دادن تنها پیامدی که براشون داشت اینه که شعله خشم مردم رو بالاتر میبره و رسوایی خودشون رو بیشتر تو داخل و جامعه جهانی بیشتر رسوا میشن و این شعله هم خدا رو شکر دیگه خاموش شدنی نیست و تا ریشه آخوندها رو نسوزونه خاموش نخواهد شد. دلیل نفرتشون هم خب واضحه، تنها کسی که از ابتدا و بدون هیچ شکافی همواره دست آخوندها و رژیم ارتجاییش رو کردن مجاهدین بودن، از همون سال 57 که اعلام کردن که اینا مرتجع هستن و تا الان که نزدیک 4 دهه از اون زمان میگذره، علیرغم تمام فشارها، تمام برچسبای ناحقی که بهشون زده شد، تمام شهدایی که تقدیم کردن و از این مقاومت گرفتن، همچنان مجاهدین بر سر حرف خودشون هستن و بدون هیچ شکافی از مبارزه دست بر نداشتن و نمیدارن و هر روز منسجم‌تر در جبهه‌های مختلفی که هر روز باز میکنن بر علیه رژیم، تمام موانع رو پس میزنن و پیش میرن و تا سرنگونی نخواهند نشست. خب طبیعیه، از کی بخوان بترسن غیر از اینا؟ کی مونده غیر از مجاهدین؟ و میدونن که سرنگونیشون به دست مجاهدینه، بنابراین مسلمه که نفرت دارن ازش. خانم نینوایی، از اینکه وقتتون رو در اختیار این ویژه برنامه گذاشتید خیلی ازتون تشکر میکنم. براتون آرزو موفقیت دارم و برای مردممون آزادی. ممنون خانم غفاری. در انتها با اجازه شما خانم غفاری میخواستم از شنوندگانتون، اونهایی که میخوان در این جنبش دادخواهی شرکت کنن، دعوت کنم که در تظاهرات 19 سپتامبر که مقابل سازمان ملل در نیویورک برگزار میشه و همزمان با سخنرانی نماینده آخوندها یعنی روحانی در مقر ملل متحده شرکت کنن و خواسته خودشون رو که همان سرنگونی و دادخواهی هستش به همراه دیگه هموطنان به دنیا اعلام کنن. فکر میکنم این کوچکترین کاری باشه که هر ایرانی وطن دوست میتونه تشکر کنه. با تشکر از شما و از وقتی که در اختیار من قرار دادید ممنون. خواهش میکنم، موفق باشید.